سلام دوستان، امروز میخوایم با هم دیگه یک خورشت بامیه خوشمزه درست کنیم. مواد اولیه هم که تو تصویر دارید میبینید آماده کنید که با هم دیگه این خورشت قیمه رو درست کنیم. تو مرحله اول پیازمون رو نگینی خرد میکنیم و میذاریم که پیازمون یک مقدار تفت بخوره. همینجور که توی تصویر میبینید من برای تفت دادن پیازم از روغن زیتون استفاده کردم که سالم تره. یک مقدار که پیازمون نرم شد بهش سیرمون رو اضافه میکنیم. یه حبه یا دو تا حبه سیر کافیه و یک مقدار هم زنجفیل اضافه میکنیم. حالا نوبت ادویه است که ادویه‌ای که من توی این خورش استفاده کردم نمک و فلفل سیاه و زردچوبه هستش که به نظرم همین ادویه کافیه. حالا مرغمون هم میذاریم که با پیاز و سیرمون یک مقدار خیلی کم تفت بخوره و اما لپه هم میذاریم که یک مقدار تفت بخوره که وانره. حالا روبمون هم کنار مرغ و لپه میذاریم یک مقدار سرخ بشه تا بوی خامیش گرفته شه و در نهایت یک مقدار آب به خورشتمون اضافه میکنیم و همچنین لیمو عمانی. یادتون نره که واقعا این خورش رو خوشتر میکنه. یک مقدار که جوشید و مرغمون تقریبا به 70% پخت رسید بهش بامیه هامون رو اضافه میکنیم، چون بامیه خیلی زود میپزه و نرم میشه. شما میتونید بامیه رو از قبل سرخ کنید یا اینکه همینجوری بریزید تو خورش. و من به این خورش یک مقدار آلو و رب نارنج هم اضافه کردم که یک مقدار ترش بشه. حالا شما اگه ترش دوست ندارید میتونید آلو و رب نارنج رو اضافه نکنید. و میبینید که خورشتمون آماده شده و تو ظرف سرو میکشیم. امیدوارم که شما هم این خورش رو درست کنید و لذتش رو ببرید. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.